درود بر شما. این یک آیفون تصویری سوزوکی هست. با این ایراد اومده که روشن نمیشه. من اینو باز کردم. من به این تغذیه دستگاه در اینجاست. کابل رو جدا کردم از اینجا. اولین چیزی که در اینجا دیدم فیوز سیاه شده بود. پس این فیوز سوخته. این اصلا علامت خوبی نیست. اگر فیوز سوخت شما نباید فیوز جدید در اینجا بذارید و دوباره دستگاه رو روشن کنید. سوختن فیوز بی دلیل نیست. باید ببینید چه قطعی دچار آسیب شده تا فیوز سوخته. مولتی متر رو تست بوق قرار میدم. فیوز قطع. در اینجا ما فیلتر رو داریم، خازن رو داریم، فیوز رو داریم که بعد وارد این خازن میشه. این ماسفته، این اپتوکوپلره و اینم آی سی سویچینگ. ما الان باید این ماسفت رو چک کنیم. بیشترین ایرادات برمیگرده به این ماسفت. پس من میتونم خازن یا ماسفت رو چک کنم. پول دیود هم در اینجاست. خروجی پول دیود رو هم میتونم چک کنم. همچنان رو تست بوق مولتی متر هستم. این دوتا خروجی پول دیود هم. خب این علامت بدیه. یعنی خروجی ولتاژ 310 ولت داره اتصاله. این باید ماسفت باشه. در اینجا. اینا پایه های ماسفت هست. این باید پایه گیت باشه. خب ماسفت سوخته. خب متاسفانه من شماره این ماسفت رو ندارم. اینه باید بعدا تهیه کنم و تعویض کنم. من منبع تغذیه آیفون تصویری رو تو یک ویدیو کاملا شرح دادم. لینکش رو براتون میذارم، میتونید اون ویدیو رو مشاهده کنید. ولی الان میخوام دستگاه رو امتحان کنم. ببینم علاوه بر تغذیه آیا بخشای دیگه هم آسیب دیده؟ کلیدی که در اینجا قرار گرفته شستشو بدید. اینا کلیدهای خوبی هستن و با شستشو غالبا مشکلشون رفع میشه. چند قطره روغن چرخ خیاطی هم بعدن داخلش بریزید. این خروجی ولتاژ هست. من میخوام به کمک منبع تغذیه ولتاژ رو وارد اینجا کنم. یه سیم به عنوان ولتاژ مثبت و منفی در اینجا دهیم. در اینجا یک رگولاتور 7812 هست. پس نشون میده که ولتاژ باید بالای 13 ولت باشه تا این رگولاتور روشن بشه. پس من میخوام 13 ولت وارد این مدار کنم. من میخوام تصویر رو چک کنم، زنگ رو هم چک کنم و صدای آیفون رو هم چک کنم. در اینجا این پایه ها رو دقت کنید. ما با 4 تا پایه اول کار داریم. پایه اول مربوط به صدا میشه. پای دوم منفیه، پای سوم ولتاژه و پای چهارم تصویره. حالا من برای اینکه بتونم یک دوربین رو به این وصل کنم، من از دوربین دنده عقب خودرو میخوام استفاده کنم. پس میام دوربین رو رو پایه چهار در اینجا لحیم میکنم. رو پایه یک و دو هم دو تا سیم لحیم میکنم برای اینکه میخوام صدای زنگ رو هم چک کنم. و بعد میخوام به کمک سیگنال جنراتور یک سیگنال رو وارد مدار کنم تا ببینم که آیا صدا دارم یا نه. البته وقتی زنگ اجرا بشه یعنی مدار سالم. این دوربین دنده عقب خودرو هستش. یه سیم داره برای ولتاژ و یه سیم برای تصویر. سیم منفی تصویر رو دیگه نیاز نیست نصب بکنیم چون از منفی تغذیه داره استفاده میکنه. بس ما فقط یک سیم میخواییم. سیم قرمز رنگ رو به پایه چهار میخوام لحیم کنم. این دوربین چون روی خود رو هست نیاز به 12 ولت داره. من بعد از رگولاتور در اینجا ولتاژ 12 ولت رو برای دوربین میگیرم.
سیم منفی دوربین رو به منفی متصل کردم. سیم مثبت دوربین رو میخوام بعد از رگولاتور نصب کنم. پس الان ولتاژ دوربین برقرار. حالا 3 تا سیم نیاز دارم. یه سیم رو پای 4 میزنم. یه سیم رو پای 2 و یک سیم رو پای 1. حالا منبع تغذیه رو روی 13.5 ولت میذارم. منبع تغذیه رو به مدار متصل میکنم. به همین سیمی که در اینجا لحیم کردم. الان 0.12 میلی آمپر داره جریان میکشه. خب آیفون روشن میکنم. روشن شد ولی تصویر رو ندارم. چون پایه 4 رو به دوربین وصل نکردم. حالا مدار رو قطع میکنم و پایه 4 رو به دوربین وصل میکنم. این دوتا سیم دوربینه. به سیم مشکی کاری نداریم. چون دوربین سیم مشکی یا منفی رو از تغذیه داره میگیره. بس فقط سیم قرمز رو رو پایه 4 میزنم. بس به سیم منفی کاری ندارم. حالا دوباره مدار رو روشن میکنم. خب توجه کنید دوربین راه اندازی شد. حالا میریم سراغ زنگ. پایه 1 و 2. دقت کنید. دکمه رو فشار میدم. حالا دوباره یه بار دیگه. حالا میام به پایه 1 و 2 به کمک سیگنال جنراتور فرکانس 5 کیلوهرتز با ولتاژ 0.5 ولت میدم. پس این پایه 1 هست. سیم قرمز رو میزنم. و این پایه 2 هست. خب زنگ فعاله. به این صدای سوت توجه کنید. این از طریق سیگنال جنراتور داره میاد. فرکانس رو میبرم بالا. حالا سیگنال جنراتور رو قطع میکنم. خب ولتاژ قطع میکنم. روش های زیادی برای تست این مدار وجود داره. به کمک سیگنال جنراتور خیلی راحت میشه این مدار رو چک کرد. بیشتر مشکلات این مدار به منبع تغذیه برمیگرده و IC اوپم که برای تقویت صدا هستش. ارتباط بین پنل بالا و پنل پایین رو باید به درستی چک کنید. پشت این پنل روی این ترمینال ها یه جامپر هست. اون جامپر حتما باید وجود داشته باشه. صاحب این دستگاه عنوان میکرد که همه چیه دستگاه درسته و فقط روشن نمیشه. به خاطر همین من هیچ تنظیمی رو در این دستگاه تغییر نمیدم و فقط MOSFET رو تهیه میکنم و جایگذاری میکنم تا مدار دوباره روشن بشه. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.